ساخت خبرها. قیمت دلار در ایران در آستانه 22 هزار تومان. نمایندگان مجلس دولت را مقصر اصلی می‌دانند. اون چه که من گفتم، هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتن صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتن شجاعه. انتقاد تند نمایندگان مجلس ایران از سیاست خارجی دولت. ظریف میگوید هر کاری کرده مورد تایید رهبر بوده. ادامه دستگیری ها در ارتباط با انفجار کلینیک سینای تهران. سازمان مدیریت بحران میگوید که 50 بیمارستان پایتخت ناامن هستند. ارسالشو انجام میده آبشک به روی دروازه و توی دروازه گل. و شبح تهدید کرونا دوباره بالای سر لیگ فوتبال ایران. آیا لیگ باز نیمه کار رها می شود؟ حالا ببینیم که با این فرصت چه کار خواهند کرد. سلام عصر یک شنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی در 5 ژوئیه 15 تیر با من پریزاد نوبخت. قیمت دلار در بازار ایران به رقم بی سابقه 22 هزار تومان رسیده. قیمت دلار در ماه‌های گذشته روندی رو به رشد داشته و طی 2 سال 4 برابر شده. در بازار طلا هم قیمت سکه تمام بهار آزادی به سیر صعودیش ادامه داده و به 10,350,000 تومان رسیده. کارشناسان از تأثیر منفی تحریم‌ها و افزایش نقدینگی به عنوان دلایل افزایش قیمت دلار نام می‌برند. بعضی از نمایندگان مجلس هم می‌گویند سیاست‌های غلط دولت باعث چنین وضعی شده. باران عباسی گزارش می‌دهد. می‌توان در یک شعار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل پیدا کند و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد. مشکل کجاست؟ سوالی که 7 سال پیش حسن روحانی مطرح کرد حالا پیش روی خود او قرار گرفته. قیمت ارز در بازار ایران از پاییز گذشته 2 برابر و در عرض 2 سال 4 برابر شده. یک دلیل آن به گفته کارشناسان نگرانی بازار از کمبود ارز است. در پی تحریم‌های آمریکا دولت ارز کافی برای فروش و حمایت از ریال ندارد. مجموعه وارداتی که تا حالا داشتیم. موضوع افزایش قیمت ارز امروز در جلسه علنی مجلس هم مطرح شد. حداقل امروز شرایط ما به گونه‌ای باشه که پولی که مال مردم در نزد بعضی از کشورها باقی مونده و اونها سالیان سال در این کشور معاملات اقتصادی می‌کردن، تجارت می‌کردن، ما توقعمون اینه که وزارت خارجه در این شرایط سخت ارزی بتونه این انتقال در حقیقت ارز رو به کشور با تلاش مضاعف انشالله این کار رو انجام بده. معلوم نیست اشاره آقای قالیباف به چه کشورهایی است و بازگشت ارزی که به گفته او در آن کشورها باقی مانده تا چه حد میتواند مانع روند صعودی قیمت شود. همزمان بعضی از نمایندگان مجلس میگویند مقصر سامانه نیما است. سامانه‌ای که دولت 2 سال پیش بعد از چند نرخی شدن قیمت ارز راه انداخت. بازاری که صادرکنندگانی مثل پتروشیمی‌ها ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به وارد کنندگان می‌فروشند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته حدود 20 میلیارد دلار ارز صادرکنندگان نه به صورت کالا و نه به هیچ شکل دیگری به چرخه اقتصاد برنگشته. بعضی از کارشناسان هم رشد نقدینگی را از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز می‌دانند. انتظار مردم از رشد تورم باعث شده عده زیادی به ارز به عنوان مطمئن‌ترین راه برای حفظ ارزش پول خود نگاه کنند. در پشت همه این سیاست‌هایی که آمریکا داره دنبال می‌کنه به نام فشار حداکثری، دولت می‌گوید این روند صعودی مقطعی است و با آنچه عملیات روانی در عرصه بین‌المللی خوانده ارتباط دارد. اما بعضی از نمایندگان مجلس مشکل را سیاست‌های غلط داخلی می‌دانند. همون چیزی که حسن روحانی پیش از رسیدن به ریاست جمهوری به آن اشاره کرده بود. مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل هرچه باشد، به نظر می‌رسد دولت توان کنترل وضعیت بی‌ثبات فعلی را ندارد. مشکل بی‌ثباتی‌ها. باران عباسی، بی بی سی. از احمد علوی کارشناس اقتصادی پرسیدم آیا این افزایش قیمت آنطور که مقام‌های ایران میگویند مقطعی است؟ اگر رکود مقطعی باشه، یعنی متغیرهای بنیادی
و بالاخره این افزایش قیمت موقت خواهد بود، ولی چون این نیست. ما میدانیم یکی عوامل دیرنده بلند مدت و ساختاری وجود داره در اقتصاد ایران که در واقع باعث شده که این کنترل اوضاع دست حاکمیت و نه تنها دولت خارج بشه. بخشش عوامل سیاسی مربوط به تنش میان ایران و خارج، منتها تحریم ها یک مشکل هست، منتها مشکلی نیست که به هر حال تنها مشکل اقتصاد ایران باشه. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و به هر حال قرار است که حاکمیت از بالا فرماندهی بکند. بازار و ناچار وقعی نمیگذارد، مکانیزم های بازار را از کار انداخته و در نتیجه این پیامد تمام این متغیر هاست. وعده هایی که داده میشه مبنی بر ثبات اصلا ارزشی ندارد. اگر مصرف کنندگان در بازار میبینند که به طور روزمره حتی دقیقه‌ای قیمت ها بالا میره، بنابراین قیمت ارز هم بر همون منوال بالا خواهد رفت، چرا که اونجا محل تخلیه کاهش ارزش پول ملی است. و اگر پول ملی کاهش پیدا میکنه ارزشش، طبیعی است که این به اصطلاح ارزهای بین المللی هم قیمتش افزایش پیدا. آقای علوی، این مسئله برنگشتن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد ایران که امروز هم مثلا کمیسیون برنامه و بودجه گفته 20 میلیارد دلار از این پولا برنگشته، این چقدر میتونه به افزایش قیمت‌ها دامن بزنه؟ اون ارزها اگر در خدمت حاکمیت باشه، تنها میتونه پنهان بکنه این افزایش قیمت ارزهای بین المللی. چرا دولت از اونها استفاده میکنه، تزریق میکنه، بازار پنهان میکنه، کما اینکه کرد. اما اون عوامل ساختاری، یعنی رکود، یعنی افزایش نقدینگی، کسر بودجه و فرار سرمایه و عوامل دیگه، سر جای خودش باقیه. با اونها چه کار خواهد کرد؟ با اون نمیشه با این ابزار به اصطلاح کنترل کرد اون متغیرها رو، بلکه میشه پنهانش کرد. و پنهان کردنش تلاش شده در این 40 ساله، منتها دیر یا زود از دست حاکمیت در میره. آقای علوی، این روند افزایش دلار چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه به نظر شما؟ خب پول ملی که دارای ارزش ذاتی نیست، بسته به این است که آیا نقدینگی افزایش پیدا میکنه، کسر بودجه افزایش پیدا میکنه، آیا تراز پرداخت های بین المللی منفی تر خواهد شد، که به نظر نمیاد که به اصطلاح این متغیرها سویه مثبتی داشته باشن. بنابراین کاهش ارزش پول ملی در آینده هم ادامه خواهد پیدا کرد، مگر اینکه تورم کاهش پیدا بکنه و یه اصلاحات ساختاری پیدا بکنه. و این اصلاحات میباید هم در عرصه سیاسی باشه، هم سیاست خارجی باشه و هم داخلی. منتها پرسش اینه که آیا حاکمیت میتونه این اصلاحات رو بکنه؟ با احمد علوی گفتگو میکردم. و نگاهی بکنیم به وضعیت شیوع کرونا در گوشه و کنار دنیا. وزارت بهداشت ایران میگوید طی شبانه روز گذشته 2560 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 163 نفر جان باختند. نه استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. به دلیل شیوع مجدد کرونا، ماسک زدن در ایران اجباری شده. دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری از ادارات خواست به کسانی که ماسک ندارند خدمات ندهند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 279 مورد تازه ابتلا به کرونا شناسایی کرده و شمار مبتلایان به حدود 33,000 نفر رسیده. همچنین با ثبت در گذشته 38 نفر دیگر از دیروز، آمار رسمی جانباختگان به 864 نفر افزایش یافته. وزیر بهداشت بریتانیا میگوید بعد از بازگشایی کسب و کارها، اکثر مردم فاصله اجتماعی و مقررات بهداشتی را رعایت کردند. از دیروز محدودیت‌های اجتماعی در بریتانیا کمتر شده و رستوران‌ها، میکده‌ها و آرایشگاه‌ها بعد از 3.5 ماه دوباره باز شدند. فیلم‌های شبکه‌های اجتماعی ازدحام جمعیت در بعضی از نقاط تفریحی را نشان می‌دهد. در جاهای دیگری از اروپا، اسپانیا شاهد موج جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در منطقه کاتالونیا است. بیش از 200,000 نفر تحت قرنطینه قرار گرفتن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از قرارداد 25 ساله تهران با چین دفاع کرده و گفته سیاست خارجی در حوزه اختیارات رهبری ایران است. آقای ظریف که امروز به مجلس رفته بود با واکنش تند نمایندگان به عملکرد این وزارتخانه در حوزه سیاست خارجی روبرو شد. عده‌ای از نمایندگان با فریادهایی او را دروغگو و بزدل خطاب کردند. در همین حال خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان از تحویل طرح سوال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند. مقام معظم رهبری فرمودند اگر شما هم خوانده بودید گزارش ملاقات‌های ظریف رو و برخوردهای او رو با اون طرف دید.
دیده بودید، شما هم مثل من او رو شجاع، انقلابی و صادق می‌دانستید. آنچه اتفاق افتاد دوستان آن نبود که شما گفتید. من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم. کس لا دوستان آقایون اجازه بدن نظر جلسه رعایت کنن، صحبت آقای وزیر تموم بشه، بعد فرصت دارید، اختیاری دارید، در خدمت شما هستم. بفرمایید بشین آقای ظریف. بفرمایید دوستان، اون چه که من گفتم، هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتن صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتن شجاعه. اگر دروغ گفتم شنیدند. پخش از صحبت‌های محمد جواد ظریف رو شنیدیم. برای صحبت بیشتر در این رابطه، فرنوش امیرشاهی خبرنگار ما که مسائل ایران رو دنبال می‌کنه با من. فرنوش، فضای امروز مجلس همونطور که توی این ویدیو هم دیدیم فضای متشنجی بود. چه انتقادهای دیگه‌ای مطرح شده به آقای ظریف؟ پریزاد، به هر حال مجلس 11 چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی بسیار متفاوت از مجلس پیشینه، مجلس 10 به ویژه. طیف های مختلفی از اصولگرایان در این مجلس هستن، از طیف اصولگرایان نزدیک به قالیباف و نواصولگرایان اصطلاحاً، تعدادی از وزرا و مقامات دولت محمود احمدی نژاد که نزدیکان او محسوب میشن، بخشی از فرماندهان ارشد سپاه، فرماندهان سابق سپاه و چهره های نظامی و امنیتی در این مجلس هستند. و به نظر میاد که به هر حال بافت کلی این مجلس به شکلی هستش که برای هر که آمدن و به هر دلیلی که آمدن، ولی برای تعامل با این دولت نیامدن و قراره که به این دولت سخت بگیرن. و انتقاد از دولت به هر حال موضوعی است که نسبت به اون اشتراک نظر دارن. در همین هفته های گذشته هم ما دیدیم که به جز برخورد تندی که امروز داشتن، در هفته‌های گذشته با وزیر ارشاد، با وزیر ارتباطات، با وزیر نفت در صحن علنی مجلس به تندی برخورد کردن و انتقاد داشتن. الیاس نادران از نماینده‌های مطرح مجلس در حوزه تهران در روز افتتاحیه مجلس یک توییت کرد و نوشت که دیگه دوره رقیب حراسی تموم شده و بعد از این نیروهای انقلاب هستن که سر کار اومدن. به نوعی اینطور برداشت داشت که این تهدید دولت بر این که حالا طیفی بر سر کار اومده که نوع دیگری عمل میکنه و مجلس سابق نخواهد بود. نمایندگان این مجلس خودشون رو مجلس اول از گام دوم نامگذاری کردن که به نوعی باز میتونه اینطور تلقی بشه که یعنی در چارچوب آنچه که مورد تایید رأس هرم قدرت هست عمل میکنن. این در واقع یک برایند کلی از در واقع دیدگاه سیاسی مجلس 11 با چنین ترکیبی طبیعیه که خب انتقادها نسبت به دولت و عملکرد او تند باشه. اما از این طرف هم هنوز مجلس، این مجلس اقدامی نکرده برای اینکه اگر انتقادی داره راهکار حل این مشکلات چه هست. به نظر میاد کمیسیون‌های مجلس و فضای مجلس هنوز درگیر و مشغول اینه که نمایندگان تازه وارد بتونن با ساختار مجلس آشنا بشن و هنوز مصوبه کارشناسی از این مجلس بیرون نیامده. فرنوش، اشاره کردی که همکاری خیلی مجلس با دولت نمی‌کنه. امروز یکی از نمایندگان تهران هم گفتش که دارن امضا جمع میکنن برای که طرح سوال بکنن از رئیس جمهور. چقدر احتمالش هست که استیضاح یا طرح سوال از رئیس جمهور بتونیم شاهدش باشیم در واقع؟ خبرگزاری فارس و تسنیم نوشتن که این در واقع درخواست طرح سوال با 130 امضا به هیئت رئیس تحویل داده شده. سوال‌هایی هم مطرح شده که بیشتر حوزه اقتصادی و سیاست خارجی هستش. این سوال‌ها در مجلس قبلی هم مطرح بود. آقای روحانی هم مجلس 10 اومد باز به سوال نماینده‌ها پاسخ داد. یا در مجلس قبل‌تر محمود احمدی نژاد در مجلسی که همسو با خودش هم بود اتفاقا اومد
پشت تریبون به سوال‌های نمایندگان جواب داد که اون ماجراهای مربوط به افشاگری‌های آقای احمدی نژاد در مورد برادران لاریجانی پیش آمد. در این مجلس هم به هر حال موضوعی هستش که ممکنه پیش بیاد، اما در مورد استیضاح شرایط یه مقدار فرق می‌کنه. اولا که رهبر جمهوری اسلامی خیلی موافق استیضاح، به ویژه در سال آخر دولت‌ها در دوران رهبری خودش نیست، و دوم که شرایط اقتصادی اجازه یک بحران جدید رو نمیده. متشکرم از توضیحات فنوش امیرشاهی، همکارم، ممنونم. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. قیمت دلار در بازار ایران به مرز 22 هزار تومان رسید. نمایندگان مجلس دولت را مقصر اصلی می‌دانند. اون چه که من گفتم، هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتن صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتن شجاعه. وزیر خارجه ایران در جواب نمایندگان منتقد سیاست خارجی دولت در مجلس گفت هر کاری کرده مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی بود. در ادامه این برنامه ارسالشو انجام میده آبشک به روی دروازه و توی دروازه. شبح تهدید کرونا دوباره بالای سر لیگ فوتبال ایران. پلیس تهران از بازداشت عده بیشتری در ارتباط با انفجار کلینیک سینا اطهر در شمال تهران خبر داده. به گفته پلیس تا به حال 12 نفر بازداشت شدند. دیروز بازپرس جنایی تهران گفته بود 9 نفر بازداشت شدند، از جمله افراد هیئت مدیره، مدیر عامل، سهامداران و مسئول تأسیسات ساختمان. انفجار و آتش‌سوزی 4 روز پیش در این ساختمان 19 نفر را کشت. این حادثه بار دیگر بحث درباره ایمنی ساختمان‌ها را در ایران داغ کرده. مهدی بیگی گزارش میدهد. انفجارهایی پی در پی که جان 19 نفر را در کلینیک سینا اطهر در شمال تهران گرفت. عده دیگر هم به گفته خودشان تا پای مرگ رفتند. اصلا باور نمی کنم الان زنده ام. اصلا. واقعا خدا بهمون رحم کرد. بیشتر کشته شدگان از کادر درمانی بودند و حاضر در این اتاق عمل، از جمله احسان گنج‌خانلو و رها نیکروش، زوج متخصصی که شب حادثه در اتاق عمل مشغول کار بودند. مدت زیادی از ازدواجشان نگذشته بود. امروز مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در جلسه شورای شهر تهران حاضر شد و از جزئیات حادثه و عملیات آتش نشانی برای مهار آتش سوزی کلینیک سینا اطهر گفت. مهدی داوری گفت حدود 5 دقیقه بعد از تماس با آتش نشانی اولین گروه به محل حادثه میرسند. همزمان با رسیدن گروه انفجار دوم صورت میگیرد و به ساختمان‌های اطراف خسارت میزند. شعاع شعله به 20 تا 30 متر میرسد. شعله‌های ناشی از انفجار سیلندرهای اکسیژن. بیش از 30 سیلندر در کلینیک بوده که 25 تای آنها همان روز شارژ شده بودند. گویا این حادثه تنها با انفجار 4 تای آنها صورت گرفته. جزئیات بیشتر دل آدم را به درد می آورد. پس از انفجار حجم زیادی از دود و حرارت وارد بخش جراحی می شود. در پشت بام قفل. راه فراری نبوده. اتاق عمل سینا اطهر این پشته. صدای اینا رو می شنیدیم. همه جیغ می کشیدن. آقای داوری گفت فکر می کند افراد حاضر در این بخش در کمتر از 1 دقیقه فوت کردند. 4 روز از حادثه گذشته و هنوز عده بیشتری در ارتباط با آن بازداشت می شوند. اما عامل اصلی حادثه برای بسیاری آشناست. اجرا نشدن قانون. امروز سخنگوی شورای شهر تهران گفت ساختمان کلینیک سینا اطهر ساختمان مسکونی بوده و بارها اخطار ناایمنی دریافت کرده. در همین حال رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرده تهران 50 بیمارستان قدیمی دارد که بیش از 50 سال عمر دارند و فاقد شرایط ایمنی استاندارد هستند. رضا کرمی محمدی گفته ملاحظاتی وجود دارد که نمیتوانند اسامی آنها را اعلام کنند. به گفته او در هیچ جای ایران موضوع تعمیر و نگهداری رعایت نمی شود مگر اینکه حادثه ای رخ دهد. اما این تنها ساختمان‌های درمانی نیستند که مشکل ایمنی دارند. یکی از این ساختمان‌ها پلاسکو بود. ساختمانی که 3 سال و نیم پیش بعد از آتش‌سوزی فرو ریخت. آمار کشته‌ها
22 نفر اعلام شد. به گفته رئیس شورای شهر تهران، پس از حادثه ساختمان پلاسکو 33,000 ساختمان ناایمن شناسایی شدند که تنها 200 ساختمان ایمن شدند. 3,000 ساختمان هم در مسیر ایمنسازی قرار دارند، اما برای 29,000 ساختمان هیچ اقدامی صورت نگرفته. ولی توی یه روب اون بالا اینا فوت کرده بودن. محسن هاشمی گفته مردم باید بدانند آیا ساختمانی که قصد ورود به آن را دارند ایمن هست یا نه. چیزی که دانستنش در شرایط فعلی به راحتی برای مردم میسر نیست و حالا با شنیدن این آمارها از زبان رئیس شورای شهر تهران شاید قدمهایشان برای ورود به چنین ساختمانهایی لرزانتر هم بشود. مهدی بیگی، بی بی سی. دیشب جشن‌های روز استقلال آمریکا که مهمترین مناسبت در تقویم این کشور است، در سایه شیوع ویروس کرونا متفاوت از سال‌های گذشته برگزار شد. بسیاری از برنامه‌های معمول این روز لغو شد. سواحل در ایالت‌های فلوریدا و کالیفرنیا که از کانون‌های شیوع در موج دوم کرونا هستند، بسته بودند. رژه‌های نمایشی در اغلب نقاط لغو شد و مراسم آتش‌بازی هم محدود برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در جمع چند صد نفر که به دعوت او در محوطه باز کاخ سفید جمع شده بودند، به معترضان هفته‌های اخیر تاخت و گفت چپ افراطی رو باهاش مبارزه می‌کنه. هادی نیلی خبرنگارمان در واشنگتن با ماست. هادی، حال و هوای مراسم امسال رو ازش بیشتر برامون بگو و بگو که همینقدر محدود که برگزار شده، در چه شرایطی برگزار شده؟ در شرایط عادی و در هر زمان دیگری تقریبا غیر قابل تصور بود که این مراسم ببخشید، این مراسم که مهمترین روز ملی در آمریکا است، روز ملی استقلال در آمریکا هست، اینطور برگزار بشه، بدون حضور جمعیت، بدون حضور مردم تقریبا، و در این حال از راه دور، همینطور هر جا که مراسمی بود، مثلا برنامه اجرای موسیقی بود، گروه‌ها در فضای باز بودند و با حفظ فاصله حدوداً 2 متری ایستاده بودند. تصویر کاملا پیدا بود که داره در شرایط خارج از شرایط عادی و همیشگی این مراسم برگزار میشه. حدود 80% شهرها حداقل مراسم آتشبازی و دیگر جشن‌هایی که معمولا در این روز می‌گرفتن رو لغو کرده بودند. رسانه‌ها تلاش کرده بودند که با پوشش زنده مراسم آتشبازی در شهرها که بدون حضور جمعیت و از نقاطی که اعلام نشده بود، برای اینکه پرهیز بکنن از اینکه جمعیت اونجا جمع بکنن، این مراسم آتش‌بازی رو به طور زنده نشون میدادن تا مردم در خونه‌شون بتونن استفاده بکنن، لذت ببرن. مسئله دیگه‌ای که هست این سخنرانی که دونالد ترامپ در محوطه باز کاخ سفید داشته، انتقادهای مطرح کرده به معترضان تاخته، چه گفته دقیقاً؟ او چند صد نفر رو دعوت کرده بود در این حیات جلوی کاخ سفید، جمع شده بودند، براشون میز چیده بودند، جمعیتی که در بین اونها چندان هم کسی ماسک نزده بود. دونالد ترامپ در این سخنرانی توپید به معترضانی که در هفته‌های اخیر در آمریکا در شهرهای مختلف تظاهرات داشتند، از کسانی که تظاهرات کرده بودند و مثلا برای پایین کشیدن بعضی مجسمه‌هایی که به زعم معترضان یادآور دوران بردهداری یا یادآور دوران در واقع تبعیض نژادی هست، تا کسانی که دونالد ترامپ اشاره کرد به مغازه‌ها و خودروها حمله کرده بودند، غارت کرده بودند، همه اونها رو باهاشون در واقع در موردشون به عنوان چپ افراطی حرف زد، آنارشیست ها، کسانی که دنبال به هم زدن نظم هستن، و گفت دونالد ترامپ که جلوی اونها میسته. او همچنین از کریستوف کلمب، کسی که بعضی از معترضان در هفته‌های اخیر به او هم اعتراض داشتن، جلوی مجسمه‌های او هم تجمع داشتند، از این بابت که برخی بومیان آمریکا او رو یادآور دوره استعمار میشمارند. متشکرم از توضیحات اتحادی نیلی خبرنگارمان از واشنگتن با ما. امروز 5 مسابقه لیگ برتر فوتبال ایران در حالی برگزار می شود که 2 تیم از جمع تیم هایی که به گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا امیدوارند، تعداد زیادی بازیکن مبتلا به کرونا دارند. استقلال که تا این لحظه هنوز به استان بوشهر سفر نکرده، با پارس جنوبی جمع بازی دارد و فولاد هم در مازندران باید با نساجی بازی کند. همکارم پوریا جعفری خبرنگار ورزشیمون اینجاست. پوریا، چرا وضعیت مسابقه ها توی ایران اینقدر بلا تکلیفه؟
به خاطر اینکه ساختار فوتبال ایران الان بلا تکلیفه. ما ماها هستش که داریم در مورد فدراسیون فوتبالی صحبت میکنیم که هنوز یک رئیس نداره، سرپرستش عوض شده، سرپرست جدیدی که اومده رو نمیپذیرن، فیفا اساسنامه رو قبول نکرده، کلن از نظر مدیریتی یعنی که نظام کاری اداری فدراسیون فوتبال ایران الان در بدترین اوضاعیه که من یادم میاد حداقل. یعنی که نه از نظر فیفا اینها کارشون قابل قبوله، نه از نظر داخلی. و تفاوتش با بقیه جاهای دنیا اینه که اینجا مثلا گفتن که ما یک تعداد تست به خصوص کرونا رو در هفته در نظر میگیریم برای باشگاه‌های مختلف، که شما تعهد دارید که قبل از اینکه وارد مسابقه بشین بیاین تست بدین که بازیکنان، مربیاتون، کسای دیگه اینها مبتلا به کرونا هستن یا نیستن. خود باشگاه‌ها در طول هفته میان باز به خاطر اینکه وضعیت تیمشون باید مشخص بشه، معلوم بشه که کدوم بازیکن‌ها شرایط بازی رو دارن تو آخر هفته، یا اینکه اگه واقعا حال یک کسی بده مشخص بشه که اگه این کروناست چقدر باید بره استراحت بکنه. وقتی که نه اون استاندارده، ما از اولش هم شنیدیم یکی میگفت نمیدونم تست 200,000 تومانی هستن، 700,000 تومانی هستن، 800,000 تومانی، 1,000,000 تومانی، هر کسی یه مدت تست واسه خودش انجام میده. تا وقتی که اینجوری باشه و یک استاندارد مشخص وجود نداشته باشه، این بلبشو ادامه پیدا خواهد کرد. توی کشورهای دیگه هم، تو کشورهای اروپایی مشخصا همین بریتانیا، خب زمانی بازی ها لغو شد، برگزار نشد، ولی الان دوباره از سر گرفته شده. چه پروتکلایی را اجرا کردن و چرا ایران نمی‌کنه؟ پروتکلای بسیار دقیقی را اجرا کردن. یعنی که اینها اومدن با وزارت بهداشت کشورهای مختلف صحبت کردن، این راهنماها را از طریق اونها دریافت گرفتن، به باشگاه‌ها ابلاغ کردن. یک مسئله خیلی مهم هست اینجا. و اگه که لیگ برتر انگلیس ادامه نمیداد به بازی‌ها، لیگ آلمان ادامه نمیداد به بازی‌ها، اینها بعد 300 میلیون 400 میلیون دلار پوند اینا میومدن به شبکه‌های تلویزیونی پرداخت می‌کردن. تو فوتبال ایران همچین چیزی نیست، بنابراین تعهد رو هم پایین میاره. اینجا الان بازیکنی که بدونه که برای تیمش درد سرساز میشه این هفته بازی نکردنش، ابتلا به کرونا، میدونه که چقدر تو درد سر میفته از نظر هم قرارداد خودش، آینده کاری خودش و همینطور برای اون باشگاه. تو ایران صدا و سیما پولی به باشگاه پرداخت نمیکنه، بنابراین نمیشه انتظار داشتش که این سیستمی که اینجا الان داره اجرا میشه به خاطر تمام اون حاشیه امنیتی در مورد اون پولهایی که داریم صحبت میکنیم و بیزینس فوتبال، تجارت فوتبال، چون تو ایران نیست، این وضعیتی که الان باهاش روبرو هستیم. معلوم نیست واقعا از این 5 تا بازی که پیش روی ما هستش عصر امروز، شاید 2 تاشون برگزار نشه و فدراسیون هم تهدید کرده، گفته که اگه برگزار نکنید سه هیچ میشه بازی. متشکرم از توضیحات پوریا ژافره، ممنونم. با توضیحات پوریا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه با ما در تلویزیون فارسی بی بی سی همراه هستید.